پاس برای جهان بخش، یه فضای عالی برای رضاییان، سه نفری حمله میکنه، خدا رامی پاس عالی، یک دفعه حالا گل، گل برای ایران. سردار ایرانی دروازه کره ای ها رو باز میکنه. عالی بود حرکت بچه های ایران و سردار دروازه کره رو باز کرد. ایران یک، کره جنوبی صفر. پرسپولیس موقعیت هست، حالا ببینیم با این توپ امیری چه میکنه. یه فرصت، ضربه و توی دروازه. رامین رضاییان حالا گل هم میزنه. گلساز پرسپولیسی ها به گلزن پرسپولیسی ها تبدیل میشه تو این بازی. نتیجه رو 2-0 میکنن. در مقابل این توپ بازیکن قد بلند هم در وسط هستند. رضاییان ضربه رو میزنه و توپ به شکلی فوق العاده خطرناک برای وحید امیری. اشکال جگر با پشت به تیموریان، پاسش آروم هست ولی شانسی رسید توپ به رامین رضایی است. همونجا سانتر خوب روی دروازه و این هم گل پنجم. پاس رامین رضاییان و ضربه سر مهدی طارمی حساب کارو 5-0 میکنه. طارمی هم مثل سردار دو گله میشه در این مسابقه. حداکثر تونستن که نتونن در واقع دیگه نذارن اون باختهای عجیب و غریب با تعداد گلهای دو رقمی شکل بگیری. یک حرکت عالی و تماشایی و فرصتی که تبدیل به گل سوم ما میشه در همین آغاز نیمه دوم و نوید این رو میده که شاید ما بتونیم همون شش گلی که تهران زدیم رو اینجا هم بزنیم. رامین رضاییان این بار از دفاع راست یک حرکتی رو شروع کرد و در نهایت منجر به گل. 4 تعویض فعلا، چه پیشاید و خوشاید، منتظر میمونیم. رضاییان دوباره سر بالا، سان پرواز طارمی، تیر دروازه و توی دروازه، توی دروازه گل سوم. باز هم روی نفوذ دفاع سمت راست پرسپولیس طارمی که میتونست دو گله بشه. تعقیب توپ توسط بنگسون. اول حفظ توپ علی پور و بعد کنترل مسلمان و رضاییان و در نهایت تکنیک احمدزاده پرس تراکتوری ها رو میشکنه و کمک میکنه رضاییان از جناح راست به موج حمله اضافه بشه. هرچند در نهایت بازم این سینا عشوریه که اون منطقه رو جارو میکنه. همین مهارت تکنیکی احمدزاده و بقیه پرسپولیسیا بود که به اونا کمک کرد تا توپ رو از شلوغی بین مدافعان تراکتور در بیارن و به رامین رضاییان پیشتاخته برسونن تا او گل برتری تیمشون رو بزنه. رضاییان که تو هفته‌های قبل از حضور دائمیش تو حملات گفته بودیم، اینجا به خوبی به جبهه حمله اضافه میشه و یه بار دیگه برتریش تو کار هجومی رو به رخ بقیه مدافعان کناری فوتبال ایران میکشونه. ایراد بزرگ رضاییان اما اینه که اون هنوز نتونسته بین وظایف هجومی و دفاعیش تعادل ایجاد کنه. مثلا اینجا تو این صحنه او در زمین تراکتور صاحب توپ میشه و بعد از لو دادن توپ به جای برگشتن به عقب و پر کردن جای خالیش اعتراض بیهوده‌ای به داور میکنه. سروش رفیعی با مهارت توپ رو به فضایی که رضاییان خالی گذاشته میرسونه و مدافع راست پرسپولیس که جا مونده روی سزار خطا میکنه. رضاییان در حالی که ماریچ خودش رو به صحنه رسونده این خطا رو به تراکتوری‌های متخصص تو ضربات ایستگاهی هدیه میکنه. اما اواخر بازی رضاییان توی صحنه خیلی کلیدی تعهد دفاعی لازم رو از خودش نشون داد. روی این زده حمله که همه جا میمونن اما رضاییان با سرعت صحنه رو تعقیب میکنه و در نهایت روی خط دروازه به توپ میرسه و ناجی تیمش میشه. مثل رفتاری که تو این صحنه دیدیم، تعهد و مسئولیت پذیری بیشتر تو کارهای دفاعی میتونه شماره 27 پرسپولیس رو به یه مدافع قابل اطمینان برای باشگاهش و البته تیم ملی تبدیل کنه. انجام داد پنالتی برای تیم پرسپولیس. پشت توپ رامین رضاییان، ضربه رو میزنه و توی دروازه. حساب کار 1-0 میشه. کجا میره رامین رضاییان؟ حالا پرسپولیس حمله میکنه، به کنار خط میبرن، رضاییان ضرب میکنه و توی دروازه، توی دروازه. گل پرسپولیس بالاخره به ثمر میرسه و ضربه عالی بازیکن پرسپولیس و مهدی طارمی دروازه صنعت نفت آبادان رو فرو میریزه. حسن حوری بالاخره مغلوب شد و خوشحالی پرسپولیسی ها، گهواره‌ای که اونجا به پا میکنن برای شادمانی خودشون. ورزشگاه حالا دیگه یک دست قرمز توش آزادی
در خوشحالی برای پرسپولیسی ها میتپه. یه زاویه رو میبنده فلاح زاده، ضربه قشنگ و باز هم توی دروازه. هیچ جهت نیستش که برانکو این اختیار رو داده به رامین رضاییان که پشت این توپا قرار بگیره و حالا نشون میده که روی این ضربات کار شده از سوی بازیکن پرسپولیس. یک بار دیگه فرصت برای بازیکن پرسپولیس در منطقه جریمه، این بغل پا توی دروازه، گل برای تیم پرسپولیس. گل رو بازیکن پرسپولیس به ثمر میرسونن. رامین رضاییان حساب کار رو 1-0 میکنه. غافلگیر میشه خط دفاعی تیم تراکتور سازی و پرسپولیس. فرصت ضد حمله طارمی، ببینید که چگونه با سرعت بالا حرکت کرد. حالا برای طارمی درون محوطه جریمه میزنه و به کمک خط دفاعی توپ برگشت میدن. چه فرصتی از دست داد. حالا در برگشت، یک لحظه طوفانی انجام دادن، یک حمله طوفانی انجام دادن پرسپولیسیا. خدمتتون عرض کردم سرعت رامین رضاییان و فرارهای مهدی طارمی ویرانگر در ضد حمله برای هر تیمی. رامین رضاییان با سوت داور حرکت میکنه، رضاییان با پای راست میزنه با توی دروازه. حالا بازی میشه 2-1. رضاییان به همون سبک کریس رونالدو خوشحالی خودش رو انجام میده و پرسپولیس 2-1 پیش میندازه. پرسپولیس 2-1. توی خوشحالی هم خبری از مهدی طارمی نیست. استارت میزنه، میفرسته روی دروازه خالیه، یه ضربه شد، گل سوم. گل سوم برای پرسپولیس زده میشه و رامین رضاییان دروازه رو باز کرده. اونجا رفته و زربی سرش رو میزنه و یه خوشگلی به سمت کریس رونالدو انجام میده رامین رضاییان. کامیابی نیا لوبانوف، طارمی، کنترل سینه خوب او برای فرشاد احمدزاده، یه پاس پشت مدافعین، حرکت عالی برای گل دوم. همه چیز مهیاست که این اتفاق رخ میده. چقدر خوب هم دیگه رو پیدا میکنن این پرسپولیسیا. فوق‌العاده بود این کار گروهی. کار با خط دفاعی شروع شد، به میانه زمین اومد. 0-0 مساوی کماکان. یه تو پشت مدافعان، فرصت برای راهن، رضاییان و گل. دروازه گسترش فولاد رو باز میکنه رامین رضاییان و حالا راهن 1، گسترش فولاد 0. یه کنترل خوب و یه ضربه زیبا با پای چپ گوشه دروازه گسترش میره. در سمت چپ نگه میداره توپ رو فرشاد، به دنبال بازیکن همتیمی استال با پای راست، موقعیت، یه ضربه، فرصت و حالا توی دروازه رامین رضاییان حساب کار رو 1-0 میکنه به سود پرسپولیس. و این چنین هواداران حاضر در ورزشگاه که پرسپولیسی های حاضر در ورزشگاه البته خوشحال میشند. پرسپولیس 1، سیاه جامگان 0. تصویر های سر رو میبینید، توپی که در درون دروازه جای گرفت. از این اما هم ببینید ضربه سری که رامین رضاییان زد. اگر یه بار دیگه دوستان محبت کنن از دوربین آفساید هم به ما اگر امکانش باشه تصویر رو بدن، تصویر های سر رو، ممنون خواهیم شد. این بازیکن گل رو زد، رامین رضاییان. آره، ممنون و متشکر از دوستان خوبم در واحد سیار. نه، آفساید نبود. مشتاق روشنگر درون دروازه، صحنه حساس و لحظه حساسی است. حالا ضربه رو میزنن و توی دروازه. گل برای تیم پرسپولیس با ضربه رامین رضاییان. پرسپولیس 10 نفره گل میزنه و رامین رضاییان پشت توپ. رامین رضاییان
حرکت میکنه، ضربه شو میزنه و توی دروازه. 3-2 راهن بازی رو پیش میاره. ارتفاع میزد فکر کنم ضربه‌اش رو. یه بار دیگه رضاییان دریبل قشنگ میفرسته روی دروازه، یک ضربه سر و حالا گل. گل اول بازی رو وحید امیری برای پرسپولیس میزنه. پرسپولیس 1 ماشین سازی تبریز 0 برنده گل وحید امیری است. گل میکنه. بازم یک ارسال دیگه داخل محوطه رامین رضاییان، یک ضربه و گل. گل، گل اول رو رامین رضاییان به ثمر میرسونه، بازیکن ملی پوشه. ببینیم حالا این ضربه آزاد یکی شبیه این رو اون سمت علی اسکری بهدرداد، رامین رضاییان این بار پشت توپ قرار گرفته، خود رضاییان میزنه توپ رو به توی دروازه. توی دروازه گل برای راهن توسط رامین رضاییان. همامی داره با مدافعینشون صحبت میکنه. حالا رضاییان تیمش رو 1-0 پیش میندازه در ورزشگاه آزادی و مقابل حداقل 10-15 هزار تماشاگری که در ورزشگاه هستن. این لحظه بود که توپ هم به سر مدافع پرسپولیس یه سایشی داشت ولی باز درون دروازه غلطید، در حالی که محسن بنگر بود، میشه گفت یه جورایی جلوی دیده همامی رو هم گرفته بود. ببینیم که حالا بچه کار میگه، توپ رو میفرستن راهن به توی دروازه، مقابل دروازه استقلال. دروازه استقلال باز میشه، میلاد محمدی صاحب توپ شده، خود میلاد محمدی ارسال، رامین رضاییان و گل. و گل رامین رضاییان این بار بازی رو به تساوی میکشه درست در دقیقه 82. باز هم برای سه استقلال. گل زده بود در دقیقه 77 و برای تیم راهن به این ترتیب گل زیبایی بود.